سازمان جهانی نفی خشونت مصوم مسلم به مسلمان آزاده از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله صادق شیرازی دامزلو که مقر اصلی آن در ایالات متحده آمریکا است از دولت سوئد به خاطر پایمال کردن حقوق مسلمانان و پلم کردن مدارس اسلامی در این کشور انتقاد کرد سازمان مسلمان آزاده در بیانیه‌ای که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده دولت سوئد را به شدت مورد انتقاد قرار داده و خواهان احقاق حقوق مسلمانانی که در سوئد زندگی می کند شد این سازمان در ادامه بیانیه خود از دولت سوئد خواست از سیاست هایی که با اصول انسانی سازگاری ندارد عقب نشینی کند از جمله این سیاست ها برخورد قهری با مراکز آموزشی و مدارس اسلامی در سوئد است این بیانیه افزود این مدارس در اقدامی استبدادی و به بهانه‌های واهی تعطیل و پلم شدند در حالی که مدارسی که به دیگر ادیان مانند مسیحیت و یهود تعلق دارد همچنان آزادن فعالیت در این کشور ادامه می‌دهند. لازم به ذکر است دولت سوئد با تکیه بر یکی از دادگاه‌های این کشور دو مدرسه اسلامی را به اتهام ترویج افراد گرایی و نیز نداشتن مدیریت لایق و توانا در سوئد پلم کرد.